منشأ هستی چیست؟ آیا باید در جستجوی آفریننده‌ای برای هستی بود؟ علم در این مورد به ما چه میگوید؟ آیا کلام نهایی در این مورد را باید از علم سراغ گرفت؟ نیوتن فهم بشر از دنیای خود را دگرگون کرد، اما کماکان اعتقاد داشت باید دستی از بیرون حرکت ستاره ها و سیارات را کنترل کند تا این اجرام به داخل خورشید کشیده نشوند و یا به بیرون از منظومه خود پرتاب نشوند. مدتی گذشت تا پیر لاپلاس مدلی جدید در نجوم ارائه دهد. بقیده او نظامی که اجرام آسمانی در آن قرار دارند می تواند با تنش های درون خود کنار بیاید. نقل است که وقتی ناپلئون از او پرسید در این مدل خدا کجاست، او جواب داد در این مدل نیازی به خدا، نیازی به یک دست نظم دهنده از بیرون نیست. اما لاپلاس نتوانست با این توضیح بحث‌های علمی و فلسفی در این مورد را خاتمه دهد. عقل رایج می گفت اگر نظمی هست، نیاز به دستی است که این نظم را تعبیه کرده باشد. پیروان حداقلی این ایده می گفتند خدا جهان را آفرید و به اون تلنگری زد و به حال خود رهایش کرد. پیروان حد اکثری اون می گفتند خدا هم آفریننده است و هم ناظر و مؤثر در کار دنیا. از اون زمان چند سده‌ای گذشته و علم با اعتماد به نفس بیشتر وارد ماجرا شده. آیا علم فیزیک و به طور اخص فیزیک نجوم می تواند در مورد منشأ هستی حکمی قاطع بدهد؟ آیا در حال حاضر در علم در مورد منشأ هستی توافق نظر وجود دارد؟ اما اگر همچنین توافقی پدید آمده باشد، باید اون را در بست پذیرفت؟ آیا بحث در مورد منشأ هستی اصولاً در حیطه کار علم هست؟ ولی اگر پاسخ در این مورد را از علم نطلبیم، به کجا باید مراجعه کنیم؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. محمد حیدری ملایری، اخترشناس و عضو رصدخانه پاریس، و یا امیری، استاد دانشگاه رویال هالووی لندن در فیزیک کوانتوم، و اسفندیار تبری، استاد فلسفه در دانشگاه هال تیرول اتریش. آقای حیدری ملایری، علم نجوم در مورد منشأ هستی به ما چی میگه؟ پرسش منشأ هستی یکی از بنیادی ترین یا شاید بنیادی ترین پرسشی که انسان برای خود مطرح کرده از دیرترین زمانها، از موقعی که انسان خودش رو تونسته فکر کنه، شاید به هومو ساپینس میرسه، انسان دانا 200,000 سال پیش. و برای پاسخ دادن به این پرسش همیشه کوشیده با خلاقیت ذهنی خودش افسانه ها بسازه، متل ها بسازه و اسطوره ها ایجاد کنه تا منشأ هستی رو پاسخ بده. و ما این افسانه ها رو میبینیم در دین هایی که وجود دارن. نظری که ما هم اکنون داریم دست پیدا کردیم بهش در علم فیزیک، برای نخستین بار در تاریخ بشری که بر خیال بافی استوار نیست، بر داده هایی که ما میتونیم اینها رو ببینیم، بسنجیم، رد کنیم، بپذیریم و کاملا به طور علمی باشون برخورد کنیم. ما انسان هایی هستیم که در روی یک کره زمین زندگی میکنیم که یکی از سیاره های منظومه خورشیدیه که 8 سیاره داره و میلیون ها سیاره کوچکتر داره. خورشید ما یک ستاره است، 1,000,000 برابر از زمین بزرگتره. در درونش هر ثانیه میلیاردها بمب هیدروژنی منفجر میشه که انرژی خورشید رو به وجود میاره. خورشید یک ستاره است و یکی از ستارگان مجموعه‌ای که بهش کهکشان میگن، و در این کهکشان 200,000,000,000 ستاره وجود داره که بعضیشون از خورشید بزرگتر، بعضیشون از خورشید کوچکترن، و میلیاردها کهکشان وجود داره که این کهکشان ها گروه گروه با هم قرار گرفتن و اینها همه دارن از هم دور میشن، گاه با سرعتی بیشتر از سرعت نور. وقتی که تلسکوپ های خودمون رو از 100 سال پیش کار انداختیم، نظریه های خودمون رو ازش استفاده کردیم، به اینجا رسیدیم که تمام این پدیده که من بهش میگم گیتی یونیورس، یعنی همه چیز رو در خود میگیره، که ما گفتیم هستی در واقع هستی از یک زمانی آغاز میشه
من واژه جهان رو به کار میبرم که جهان بیشتر کره زمینه. وقتی میگیم جنگ جهانی یعنی جنگی که نه در کهکشان ها اتفاق افتاده. در هر صورت این برمیگرده به 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش، اگه بخوام خلاصه کنیم 14 میلیارد سال پیش، پیدایش گیتی. پیدایش گیتی در اون زمان نه آب بوده، نه آسمان بوده، نه ستاره بوده، نه هیچی وجود نداشته. ماده وجود نداشته. ماده وجود نداشته، فضا وجود نداشته، زمان وجود نداشته. همه چیز در یک نقطه متراکم شده بوده، در به اندازه‌ای کوچکترین اندازه‌ای که تاکنون انسان تونسته به تصور در بیاره، میلیاردها میلیارد برابر از اندازه یک الکترون، یک اتم کوچکتر بوده. دمای این بیشترین دمایی بوده که انسان میتونه به تصور بیاره. به یه علتی که شاید بعد درباره این صحبت کنیم، این شروع کرده به انبساط پیدا کردن. این اندازه کوچک در عرض یک رقم کسر بسیار کوچکی از ثانیه به اندازه قطر یک متر رسیده و همینطور ادامه پیدا کرده و با بزرگ شدن دماش کم شده. در چند دقیقه نخست هیدروژن به وجود میاد و هلیوم و هیچ چیز دیگه‌ای به وجود، عنصر شیمیایی دیگه‌ای به وجود نمیاد، هیچی به وجود نمیاد. میلیون ها سال این هستی، این گیتی که داشت بزرگ میشد، بزرگ میشد، بزرگ میشد، در تاریکی به سر میبرد و درش نوری وجود نداشت. میبایستی در اثر این گسترش تراکم به وجود بیاد در این ماده‌ای که بعداً به وجود اومده بود و از دل این تراکم ستاره ها به وجود میان و ستاره ها کارخانه هایی به وجود آوردن عنصر های شیمیایی هستن و میلیون ها میلیون ها سال، میلیارد ها سال طول کشیده. 9 میلیارد سال پیش این گاز ها و این ابرها در هم متراکم شدن و ستاره ای رو به وجود آوردن که بهش خورشید میگیم. هستی از اون نقطه ای که شما میگید 14 میلیارد سال، نزدیک به 14 میلیارد سال پیش بوده، آغاز شده، یعنی با انبساط اون. و بعد گفته میشه که یک انفجار رخ میده که اصطلاح مهبانگ رو براش به کار میبرن. بله، آغاز تمام هستی این بوده، ولی ما الان در حدود 10-15 ساله که فهمیدیم که گیتی ما در واقع یکی از گیتی های ممکنه بوده باشه. بله، یعنی ممکنه گیتی های دیگه بوده باشه که ما خبر نداریم. بله، اصطلاحی که استیون هاکینگ دانشمند انگلیسی به کار میبره میگه که حبابی که تبدیل به گیتی ما شد به جایی رسید که نتونست بترکه، چه بسا گیتی های دیگه بودن که ترکیدن ما خبر نداریم. خبیل. یا حتی نترکیدن. بله، اگه بخوایم تصویری بدیم، شما رودی رو در نظر بگیرید که آب در جریان داره، این رو ما بهش میگیم فضا زمان، پیوستار فضا زمان. در روی این رود گاهگاهی حباب هایی به وجود میاد، روی اون حباب ها حباب های دیگه به وجود میاد. اینها و این گیتی ما ممکنه یکی از این حباب ها باشه. خب در این مدل خیلی کوتاه به نظر میرسه شما جایی برای آفریننده، برای خدا قائل نیستید، همجوری که لاپلاس گفته، درست میگم؟ نیازی نداریم، یعنی اگه بخوایم یه همچی فرضیه رو، کمکی نمیکنه، به خاطر اینکه شما باید با داده ها سر کار داشته باشید. هیچ کمکی نمیکنه، فقط این میتونه یه اعتقاد فلسفی باشه. و این رو برای شما بگم که انسان همیشه در مورد ناآگاهی های خودش، به خصوص ناآگاهی های طبیعی، منشأ فوق طبیعی پیدا کرده. یک زمانی بود که روز چجور به وجود اومده، شب چجور به وجود اومده، خدا این رو درست کرده، چطور خورشید روشن میشه، اینها تمام حتی فکر کنم برای کسانی که دیندار هستن از حیطه متافیزیک خارج شده و برای تمام اینها ما توضیح داریم. مثلا نیوتن رو گفتید، نیوتن تصور میکرد که چون تمام سیاره ها به گرد خورشید روی یک صفحه هستن، میبایستی دست این کار رو کرده باشه، در صورتی که این کاملا الان توضیح داده میشه. ستارگان رو ما میتونیم بدیم خورشید چجور درو شده، کهکشان ها. آیه امیری، شما در این اینکه در همین هیته کار میکنید، در این همین زمینه درس میدید، معتقدید که فیزیک نجوم نمیتونه پرسش منشأ هستی، پرسش آفریننده هست یا نه رو جواب بده؟ چرا؟ ما در مورد علم یه مقدار یه ذره بیشتر شاید بهتر توضیح بدیم. وقتی میگیم علم داریم به چی اشاره میکنیم؟ به نظر من مشخصا منظور ما از علم
ابزار علم است، یعنی اون چیزی که در علوم لاتین بهش میگن ساینتیفیک متد، متد علمی، متدی که بر استقرا حاکمه، یعنی اینکه من یه سری اطلاعات دارم، این اطلاعات رو از کجا آوردم، اطلاعات رو کم کم مشاهده کردم، مثل بچه‌ای که مثلا بر اساس اونها به نتایجی میرسم، نتیجه ای میگیرم که این نتیجه کاملا نتیجه استقرایی است، به هیچ عنوان حقیقت محض میتونه نباشه، میتونه کاملا نتیجه ای باشه که بر اساس یک اینداکشن اتفاق افتاده و این اینداکشن میتونه توضیح بده، اینداکشن یا همون استقرار منظورم اینه که من 100 بار یک جسم رو بلند میکنم این بر زمین میفته، دفعه 101 این بار هم احتمال میدم که پس باز هم بر زمین میفته، این پایا اساس نظریات علمی است. حالا من با طبق مشاهداتم میام یک سیستم درست میکنم که حالا به عنوان مثال بطلمیوس این کارو کرده، بر طبق سری مشاهدات یه سیستم درست کرده که سیستم بطلمیوسی ما میدونیم و کار میکرده این سیستم. بله. یعنی سیستم بطلمیوسی در واقع نجوم پیش از دنیای علمی بود، کاملا بله. پیش از علم مدر. بله. من حتی من هنوز نمیتونم اسمش غیر علمی بذارم، چون با این سیستم، سیستمی که تجربی هم بوده، ستاره شناسا کار میکردن، دریانورداراشون رو پیدا میکردن و توضیحات جواب سوالهای علمی در زمان خودش رو میداده. بعد یک شخصیتی میاد به نام کپلر، به نام کوپرنیک، اینا میان مشاهدات دیگری میکنن و توضیحات دیگری میدن، یعنی سوالها سوالات جدیدتری میشه و جوابها به این سوالها مشخصا تغییر میکنه، نه به این دلیل که لزوما سیستم کوپرنیکوسی حقیقت محضه، به خاطر اینه که سیستم کوپرنیکوسی جوابهای بیشتری رو پاسخ میده و هماهنگی بیشتری داره با سیستم‌های دیگر. حالا بعد از این ما نیوتن رو داریم که حالا دیگه پدر فیزیک مدرنه، و باز هم ما میدونیم که فیزیک نیوتنی به خودی خود حقیقت محض نیست. آیا میخواهید نتیجه بگیرید که اون چه که ما الان بر اساس نظریات اینشتین میدونیم ممکنه باطل اعلام بشه؟ وقتی تئوری بیگ بنگ الان ما مشکلاتی تئوری مهبانگ به معنی یک حقیقت پذیرفتیمش، اما هنوز نمیدونیم چرا وقتی ماده و ضد ماده تشکیل شد در اون ثانیه اول، چرا بخش اندکی از این ماده و ضد ماده تبدیل به انرژی نشدن، به صورت ماده باقی موند که شد این ماده، یا چرا حدود 90% از گرانش این جهان که ما به ماده سیاه تشبیهش میکنیم، یا این انرژی سیاه، انرژی که باعث اینا هنوز، یعنی اینها رو این تئوری نتونسته جواب بده. حالا به این معنی نیست که تئوری غلط است، به این معنی نیست که اصولا این سوالها سوالات غلطی است، ممکنه یک پاره دیگه‌هایی هست که مدلی بهتر از این انجام بده. نکته آخری که میخوام بگم اینه که ابزار علم ابزار بسیار برنده است، ولی تا حدی میشه گفت نازکه، یعنی یک جاهای پاش رو نمیتونه بذاره. اگر من شما هیچ دانشگاهی رو پیدا نمیکنید در باب روح تحقیق بکنه، چون قضیه غیر علمی است، اون چیزی است که ابطال پذیر نیست، قابل تست شدن نیست، قابل بررسی نیست و مهمتر از همه ابطال پذیر نیست، برای همین هیچ سرمایه گذاری روش نمیشه در باب روح، در باب خدا. شما در باب مسائلی میتونید حرف بزنید در باب علم که کاملا قابل اندازه‌گیری، قابل مشاهده باشن، این مشاهده علمی. ببینید، دانش فیزیک بر دو پایه استواره، نپاهش ابزرواسیون و تئوری، و شما همیشه مشاهده یکی و رو با همیشه یکی رو با دیگری کنترل میکنید. نظریه اخترشناسی بطلمیوس کاملا اشتباه بود، به خاطر اینکه معتقد بود زمین مرکز جهانه. ما نمیتونیم بگیم که اون نظریه هنوز همون اندازه ارزش داره که نظریه کوپرنیک. من نگفتم همون اندازه. ببینید، علم اینطور پیش میره، نه تنها فیزیک، بیولوژی، زیستشناسی و دیگر علم ها چیزهایی رو پاسخ میده، یک چیزهایی رو نمیتونه پاسخ بده، این رو پاسخهای جدید رو در دل یک نظریه جدیدتر که اینها همیشه کنترل میشن با نپاهش ها، با مشاهده، و این تکمیل میشه. نظریه نیوتن جایگزینش نظریه نسبیت اینشتین بود، نظریه نسبیت عام اینشتین، و ما نمیتونیم بگیم که نظریه نسبیت عام برای همیشه همینه، نه. و تمام کسان، فیزیکدانان بزرگی دارن کار میکنن برای نشون بدن که نظریه نسبیت اینشتین در بسیاری موارد عمل نمیکنه و این رو بشکنن و با شکست مثلا علم اینطور پیش میره. شما با شکستن این میتونید راه جدید از این نتیجه کنید. نمیخواید بگیرید که نظریه نسبیت اینشتین و نظریه نیوتن اینها همسنگ هستن، معتقد هستید علم پیشرفت میکنه. خب در مورد پیشرفت علم و اینکه چطور هست صحبت خواهیم کرد، چون میدونم بحث مهمی در این زمینه میشه کرد. بذارید از آقای طبری بپرسیم. شما تو حوزه فلسفه کار میکنید، هرچند مطالعات دانشگاهی پیشینتون اتفاقا در حوزه فیزیک نظری است. شما فکر میکنید علم میتونه به این سوال جواب بده که منشأ هستی چیست، یا نه باید رفت سراغ حیطه‌های دیگه فعالیت بشری؟ برای این پرسش شما رو من یه مقدار دقیق‌تر میکنم که در اول
جلسه پرسش رو طور دیگه این مطرح کرده بودید که آیا علم میتونه پاسخ نهایی به منشأ هستی بده، پاسخ نهایی به منشأ هستی بده، چون پاسخ به منشأ هستی میتونه بده، ولی آیا این پاسخ نهایی میتونه باشه؟ اگر علمی دانشمندی جواب مثبت بده، از علم خارج شده. یعنی این پرسش میشه پرسش متافیزیکی. متافیزیک تو مفهوم قدیمی کلاسیکش، مفهوم قبل از کانتیش، ببینید که بعد از این مفهوم متافیزیک بعد از زمان ارسطو خودش رو به عنوان یک اصطلاح جایگزین جانشون به این مفهومه که به این پرسش پاسخ بده که به منشأ پاسخ نهایی به منشأ هستی. یعنی پرسش اصلی متافیزیک این بوده که ما یک پاسخی بدیم به منشأ هستی به طور نهایی، که در این زمین هم تئوری‌های خیلی مختلف از قبل از ارسطو هم از تالس آب رو منشأ هستی میدونست، فیثاغورس عدد رو و غیره همینجور. یعنی در این زمین هم پاسخ‌های زیادی هست توی فلسفه، یعنی هر کسی اومد یک پاسخ نهایی داده. یعنی این طرح این پرسش یک پرسش متافیزیکیه. خب حالا البته حالا این متافیزیک به این ترتیب رشد کرد، به همین مفهوم هم متافیزیک هم خودش رو مشغول کرد در طول در تاریخ فلسفه و فیزیک و علم‌های دیگه، خودش رو به مفهوم مسئله خدا پرداخت. خب خدا به عنوان آفریننده هستی، اثبات وجود خدا، رد وجود خدا، این بحث‌ها شد توی بحث‌های دینی و فلسفی، تا اینکه اومد کانت، البته قبل از اون هم کسان دیگه اومدن، ولی کانت اومد واقعا به طورت کیفی نظریه داد، این پرسش متافیزیکی رو طور دیگه ای مطرح کرد. یعنی یک متافیزیک جدید بنیان گذاری کرد، گفت که متافیزیک رو باید یه ذره بهش سر و سامان بود، یه ذره علمیش کرد. پرسش این پرسش رو مطرح میکرد که ما اصلا چی میتونیم بدونیم به این پرسش، یعنی اول اینو بدونیم که اولا چیه، که اولا مرز مشخص بشه، مرز دانایی بعد روشن بکنیم که چیه، که بعد اونجا اومد خیلی سیستماتیک، به طور خیلی سیستماتیک به این نتیجه رسید که ما یک چیزایی هست که اصلا نمیتونیم بدونیم، یعنی یک سری چیزایی هست که اصلا خارج از تجربیات ماست. چرا متافیزیک اون موقع میگفت که بدون بال یک پاسخ نهایی بوده برای منشأ هستی؟ چون که متافیزیک خودش آزاد از تجربه میدونست، بر پایه تجربه عمل نمیشد، نمیکنه، ولی علم باید بر اساس مشاهدات و تجربه کار بکنه، یعنی این کار علمیه، همون روش استقرایی که شما میگید در حقیقت بر اساس تجربه است، که تجربه و مشاهده است، و به همین دلیل به هیچ وجه نمیتونه علم به یک پاسخ نهایی برسه، چون تجربه به هیچ وقت نمیتونه پایان پذیر باشه، ادامه داره، تکامل پیدا میکنه. کاملا موافقم. این که تصور کنیم یک زمانی برسه که ما پاسخ نهایی رو به همه چیز داریم غیر ممکنه، به خاطر اینکه شما هر بار که پاسخ نهایی برسین میگین که پیش از این چی بوده، و این غیر ممکنه که من تصور نمی‌کنم که علم بگه که من به پاسخ نهایی میرسم. این همینطوری جلو میره و پاسخ‌های و به دنبال پاسخ‌های نهایی میگرده. ولی چیزی که شما جالب بود در گفتتون در مورد کانت این بود که کانت اومد و علم رو در متافیزیک وارد کرد. یعنی چی؟ یعنی متافیزیک بدون علم حتما پاش میلنگه و یه اشکالی داره. ببینید تمام فیلسوفانی که اومدن درباره منشأ هستی، درباره همه چیز، فقط با منطق صرف صحبت کردن. با منطق صرف شما میتونید حرفای غلط بزنید، کافی نیست، شما باید نتیجه منطقی خودتون رو این رو مقایسه بکنید با چیزی که میبینید. به نظر من پاسخ نهایی دادن به منشأ هستی یک پرسش علمی اصلا نیست. خب پرسش علمی نیست، پرسش فلسفی هم نیست. چرا؟ چون که در این زمینه فلسفه هم نمیتونه برسه. یعنی مثلا اینکه آفرینش به آفرینش خدا بسید اصلا کار فلسفی نیست. یعنی بعد از کانت یک کار بزرگی که کار کرد، تأثیر بزرگی روی فیلسوف تکامل فلسفه گذاشت، این بود که اصلا این پرسش ها رو به دوری گفت، اصلا این پرسش هایی که خودش با مسئله آفرینش و منشأ رو بخواد چیز بکنه، اصلا اون متافیزیک کلاسیک قدیمیه، اون متافیزیک که من رو بنا میکنم به این پرسش باید پاسخ بده که من چی میتونم بدونم. چرا حالا این پرسش ها رو به این شکل مطرح کرد؟ مسئله متافیزیک اومد به طور سیستماتیک به سه پرسش، به سه جریان مشخص کرد. یکی از نظر وجودی، یا به قول معروف از نظر اونتولوژیک اومد باش برخورد کرد، که کسانی که میان از طریق میخوان میخوان به اثبات وجود خدا برسن، یا اینکه از طریق کیهان شناسی که مثلا از طریق علت و معلول بخوان به ذره به واسطه وجود خود اثبات آفرینش و منشأ هستی برسن،
یا از طریق هدف شناسی یا تلئولوژیک بخوان به دوباره به اون مسئله از نظر هدف و هدف قایی برسن. هر سه اینها رو به نظر کانت متناقضه، یعنی هر سه اینها اشتباه است. ولی کاری که خود کانت میگه، خود کانت از یک بحث اخلاقی، حالا اجازه به اخلاقی دلیلی که کانت که بعد میگه فقط تنها راهی که در ارتباط با مسئله آفرینش و مسئله اعتقاد به خدا هست، اعتقاد به خدا چیزی که شما اشاره کردید من رد میکنم، یه چیز فلسفی نیست بلکه چیز دینیه. اعتقاد به خدا مربوط میشه اخلاقی میشه. یعنی کانت فقط یک راه میذاره در ارتباط با مسئله خدا، نه اثبات وجود خدا، بلکه میذاره مسئله اعتقاد اخلاقی که میتونه برای اخلاق ما مثبت باشه. از زمان مهبانگ ما میتونیم بررسی بکنیم جهان رو و ببینیم که آقا با تئوری تکامل ما میتونیم تکامل کهکشان ها رو توضیح بدیم، فرم گرفتن منظومه ها رو توضیح بدیم و همینطور تکامل حیات رو توضیح بدیم. این دیگه هر صحبتی بکنیم صحبت علمی است، صحبت درستی، صحبت بجای، صحبت درخوری است در حقیقت. اما وقتی ما به اون چیزی که در انگلیسیش میگن سینگولاریتی، حالا من نمیدونم به فارسی تکینی ترجمه، به اونجا که نزدیک میشیم در حقیقت تمام قوانین ما به هم میریزه. از لحظه‌ای که این جهان به وجود آمده یک سری قوانین به خلق شدن، قوانین فیزیک، یه سری ثابت‌های فیزیک ریاضی هستن، مثل ثابت گرانش، مثل ثابت الکتریسیته، ثابت الکترومغناطیس، که اینها با بسیار بسیار عددهای دقیقی هستن. خب از این چه نتیجه میگیرید؟ ببینید من نمیخوام نتیجه مذهبی از این داستان بگیرم، این خیلی نتیجه مذهبی جالبی میشه ازش گرفت. خیلی از مذهبیون این رو یکی از دلایل مهم اثبات وجود خدا میدونن، میگن این قوانین اعداد بسیار دقیق اگر به 0.1% اینها تغییر می‌کردند، این اعداد جهان کنونی نبود. البته این رو با اون چیزی که بهش انتروپی پرینسیپل میگن، یعنی نمیدونم به فارسی چی میشه، با اون توضیح میدن که میشود جوانهای دیگری داشت. آیه هیدری من ریلی جواب این نقشه است. ببینید همین چیزی که ایشون فکر می‌کنم می‌خواستم بگن، من سعی می‌کنم که دوباره تکرار کنم مسئله رو. قبلش می‌کنم که قانون‌ها به وجود نیومدن، قانون‌های فیزیکی رو ما به وجود میاریم، قانون‌ها به وجود نمیان، قانون‌های فیزیکی رو ما ثابت‌های چیزی هست. این حرف ایشون درسته، پارامترهایی وجود دارن، مثلا بشه پارامتری هست که بهش میگم ثابت ساختار ریز، و این یک چیزیه که تنظیم میکنه واکنش بین یک ذره باردار مثلا الکترون یا پروتون رو با یک میدان الکترومغناطیسی. این خیلی جالبه، اندازه این که هست، اگه اندازه این از اون چیزی که الان هست یک مقداری کمتر بود، مولکول ها به وجود نمی اومدن، مولکول ها خیلی زود تجزیه می شدن، از بین می رفتن. اگه مقدارش از اون چیزی که هست یه مقداری بیشتر زیادتر بود، اصلا اتم ها نمی تونستن به وجود بیان. خب ایشون از همین به عنوان یه استدلال استفاده میکنه که بگه که واقعا یک دستی بوده، با کوچکترین اختلال در این نظم ممکن بود گیتی کنونی، هستی کنونی نباشه. و جواب این چه هست؟ جوابش اینه. و یه مثال دیگه بزنم، مثلا پروتون اگه نیروی هستی قوی بیشتر از اون باشه، اصلا ستارگان به وجود نمیاد، از بین میاد. و به خاطر همین میگن دستی بوده که اینها رو تنظیم کرده. و اگه ما هستیم و اون اصل انتروپی انسان هستی، یعنی گیتی میبایستی طوری باشه، این پارامترها باید طوری باشه که انسان ازش به وجود اومده و در آغاز یک نفر این رو تنظیم کرده. حالا پاسخ به این چیزه، این رو کسانی میگن که دوباره به دنبال همون انسان مرکزی میگردن. اشکال این جدیان از این قراره که بعضیاشون فیزیکدان هم هستن، اینا میان یک پارامتر رو میگیرن و این رو مطالعه میکنن که اگه این رو 10% بیشتر کنیم، 15%، 2% بیشتر کنیم چه اتفاقی میفته. این کار غلطه، میبایستی تمام پارامترها رو در این حال در آن واحد تغییر داد، یعنی اثر این بر اون پارامتر دیگه چی میشه. و هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه، به خاطر اینکه فیزیک کنونی ما توانایی این رو که به این برسه نداره، و اینکه این اصلا در پای غلطه. اگر اون نقد رو خیلی خلاصه بخوایم به زبان ساده بیان کنیم، اینه که در این سیستم چنان نظم دقیقی دیده میشه که با کوچکترین تغییر در اون اعدادی که آقای امیری گفتن ممکن بود کل سیستم مختل بشه، اصلا به وجود نیاد، یا اون حباب به قول شما نقد از هاکینگ اصلا شکل نگیره. آیا میشه از این نتیجه گرفت که از این حد از نظم نتیجه گرفت که یک دستی باید بوده باشه؟ ببینید تمام اینها بر این برمیگرده که میبایستی به وجود اومدن ستارگان، تحول ستارگان، تکامل ستارگان میبایستی به اینجا برسه که در درون ستارگان کربن به وجود بیاد، به خاطر اینکه بدن ما از کربن خیلی مهمه و
تصور میشه که فقط حیات زیست میتونه بر مبنای کربن باشه، هیچ دلیلی وجود نداره که حیات دیگه‌ای وجود نداشته باشه بر فلوها و چیزای دیگه، و این رو بهش گفتن شوبینیسم کربنی. ما بر اساس مشاهدات و تئوری‌های علمی به هیچ وجه نمیتونیم به اثبات وجود خدا یا رد وجود خدا برسیم. ما اصلا نمیتونیم بگیم اون پرسش متافیزیکیه، این پرسش یک پرسش اعتقادی میشه. ولی آقای حیدری ملایری میگن اتفاقا اون پرسش پرسشیست علمی، به دلیل اینکه میشه با تجربه و مشاهده رد. ولی دیدیم که علی پرس، ولی شما هم خود تایید کردید که پاسخ نهایی نمیتونید بدید. پاسخ وجود خود یک پاسخ نهاییه. اگر ما مرحله به مرحله پیش بریم، نه چه مرحله ای میرسیم، خب وقتی میگید نهایی نمیتونیم برسیم، یعنی این مسئله نهایی خیلی مهم اینجا تعیین کننده است. یعنی ما اصلا نمیتونیم من اینجا برای یه مقدار، برای اینکه از نظر روانشناسی بیشتر درک بکنیم، من 2 دقیقه وقت میخوام یه مقدار توضیح بدم درباره این درگیری که اصلا از زمان قدیم به ویژه از هراکلیت تا امروز وجود داشته باشه. وجود داره امروز هم وجود داره. میدونید یه مفهومی هست به نام طبیعت گرایی یا ناتورالیسم بهش میگن، یعنی در حقیقت فیزیک یا بیولوژی همینا از ناتورالیسم، یعنی میگن ناتورالیسم یعنی چی؟ یعنی اینکه همه چیز طبیعته. علم میگه همه چیز طبیعته، ما طبیعت رو میتونیم بشناسیم از طریق مشاهدات تجربی خودمون. خب ولی در جالبی که در چارچوب همین ناتورالیسم یا طبیعت گرایی 2 دیدگاه کاملا متضاد وجود داره. یه دیدگاه، دیدگاه جوهرگرایانه است یا اسنسیالیستی بهش میگن. دیدگاه دوم یه دیدگاه هولیستی یا کلی گراییه. دیدگاه اول که اسنسیالیستی تو علم خیلی چیز داره، جوهرگرایی یعنی میگه که همه چیز طبیعته و مفاهیمی که من ازش استفاده میکنم و توی مفاهیمی که من ازش استفاده میکنم تمام طبیعت جا میگیره. مثلا تئوری نسبیت اینشتینی یک تئوری از این نظر اسنسیالیستیه که میگه بر اساس مفاهیم زمان، فضا و ماده و اون رابطه‌ای که بینا برقرار میکنم، مفهوم فضا زمانی، میتونم تمام طبیعت رو تعبیر کنم، تفسیر کنم. خب حالا شاخه دیگه هولیستی یا کلی گرایانه میره دنیای کوانتومی میشه. دنیای کوانتومی میگه که همه طبیعت توی مفاهیم من جا نمیگیره. چرا؟ اون نظم و نظم و قوانینی که مثلا ما تو دنیای بزرگ ماکروسکوپی شبل یا دنیای بی‌نهایت بزرگ داریم، تو دنیای بی‌نهایت کوچک نداریم. خب از این صحبت شما اجازه بدید، از این صحبت شما میشه نتیجه گرفته، این رو میخوام از آقای امیری بپرسم که رشتهش فیزیک کوانتومه، میشه نتیجه گرفت که بین فیزیک اینشتینی و فیزیک کوانتوم تنش هست؟ هیچ وقت هیچ تئوری نتونسته که این دوتا رو با هم متصل بکنه. معمولا در ابعاد بسیار ریز ما از فیزیک کوانتوم استفاده میکنیم، در ابعاد بزرگ که مثلا کهکشان ها و سیارات هست از نسبیت عام اینشتین استفاده میکنیم. نتونستیم در ابعاد ریز این دوتا رو با هم متصل بکنیم. از این تنش بین این دو ما در ارتباط با پرسش اصلی برنامه میتونیم نتیجه بگیریم؟ ببینید یک مسئله مطرح شد، دامدام تئوری همه چیز حالا من نمیدونم هنوز اعتباری داره در علم یا نداره، بله و این داستان برای اینکه ما بتونیم تمام بخش های فیزیک مثل ترمودینامیک، نسبیت و نمیدونم کوانتوم همه رو با هم متصل بکنیم و به یک تئوری برسیم که تمام جواب، یعنی تمام جهان رو به طور کامل تصویر بکنه. بعضی از فیلسوفا من جمله هیلاری پاتنام من میشناسم که مشخصا مشکل داره نقد کردن این داستان رو و تا یک اندکی فکر کنم اعتبارش از دست داده. یک بحث کانت شده. خب جواب شما به سوال من بود، این یعنی فکر بله. میکنید که نمیشه به مدلی رسید که من نمیدونم بتونه هنوز نشده. تئوری‌های زیادی هست، مثلا استرینگ تئوری، استرینگ هست، تئوری‌های مختلف هست، ولی تو امروز موفق نیستم. صحبت میکنم اولین چیزی که به کسایی که میخوام توضیح بدم میگم، میگه آقا کوانتوم مکانیکو سعی نکنید بفهمید، سعی کنید ازش به معنی ابزار سپاق، این شاید سخت باشه درک کنید، نمیشه، ولی میتونیم بگیم که آقا از ابزارش انقدر ابزار برنده ایه که ما میتونیم با یه مثالی، من شنیدم که آقا میگفت دقت اندازه‌گیری کوانتوم به این اندازه است که شما میتونید مثلا عرض قاره آمریکا رو با دقت 1 میلیمتر اندازه، یعنی تا این حد جواب دقیق به ما میده. خب اجازه بدید اون سوال رو از آقای ملایری پرسم بعد به شما میرسم. آیا از تنش بین فیزیک کوانتوم و فیزیک عام نسبیت عام اینشتینی میشه به نتیجه رسید که فیزیک جواب قاطع و کامل نداره، برای اینکه هنوز در درونش تنش هست و نمیشه این دو فیزیک اجسام یا اشیاء اجرام بسیار ریز و فیزیک نجوم رو با هم دیگه جمع کرد و خود همین نشون میده که واقعا نمیشه به طور کامل به این گفت حقیقت مطلق؟ ببینید من از به کار بردن واژه تنش زیاد راضی نیستم،
برای اینکه تنشی وجود نداره. اینها همونطور که ایشون گفتن نمیتونن با هم تلفیق بشن، ولی بر ضد هم نیستن. عام انشتن برای جهان بزرگه، برای جسم های بزرگه. مکانیک کوانتوم برای ذرات ریزه. ولی اگر دو... از من در این زمینه از من عامی پرسیده بشه که آیا از علم انتظار دارید که توضیحاتی بده که هم اجرام بزرگ رو زیر مجموعه خودش قرار بده و هم اجرام بسیار ریز مشمولش بشه، انتظار من اینه که علم چنین کاری بکنه. نیست این انتظار رو دو عبارت هزاران دیگه. هزاران نفر بزرگترین مغزهای تصور میکنم انسانی، دانشمندان فیزیکدان و ریاضیدان دارن روی این کار میکنن و پیشرفت هایی شده، نظریه ریسمان اومده، چیزهای دیگه. ولی به پرسش که کردین پاسخ بدم که این برای مهبانگ چه نتیجه داره. بیشترین چیزی رو که میتونیم از مهبانگ بدونیم، دورترین لحظه‌ای رو که میتونیم به مهبانگ برسیم از نظر تئوری، 10^43 بعد از مهبانگ. هرگز نمیتونیم به نقطه صفر برسیم، دقیقاً به خاطر اینکه مکانیک کوانتومی با نسبیت آینشتین تلفیق نشده. درسته. و موقعی که ما این رو تلفیق کنیم میتونیم به اون برسیم. یعنی وقتی ما بتونیم تلفیق کنیم، اون وقت میتونیم بفهمیم که قبل از مهبانگ چی بوده، چه قوانینی رایج بوده. ولی بعضی نظرهایی هست که میتونه پاسخ بگه. ولی قبل از اینکه، بازم شما یه سوال دیگه کردین در این مورد که گفتین که چون ما این رو نمیدونیم، آیا تصور میشه کرد که ما اصلا هیچی نمیدونیم؟ این نه، ببینید نظریه بطلمیوس غلط بود و الان اومد نظریه کوپرنیک و چیزای دیگه و خیلی چیزا هست که ما در این زمینه نمیدونیم. ولی آیا این دلیل اینه که پس نظریه بطلمیوس درست و زمین مرکز جهانه؟ اون نظر اولیه شما که معتقد هستید که علم پیشرفت میکنه به طور خطی و هر چه جلوتر میای مدل‌های کامل‌تری رو پیدا می‌کنی. ولی اجازه بدید همین موضوع که بسیار مهمه رو من از شما بپرسم. آقای امیری، آیا میشه گفت علم به طور خطی و مستمر پیشرفت میکنه؟ بله، من معتقدم که این معتقد هستید چنین چیزی ممکنه. ببینید اگر اینطوره، طبقه صحبت اولیه شما یه مقدار درش خلل وارد میشه. برای این گفتید که نجوم بطلمیوسی خوب بود، به کار مردم می اومد و بعد نجوم کوپرنیکی اومد. هم دیگه نیستن، چون تا وقتی نجوم بطلمیوسی هست هنوز نجوم نیوتونی وجود نداره. یعنی هنوز نیست، هنوز نجوم بطلمیوسی داره کار خودش رو میکنه. پس در زمان خودش اون قضیه درسته. این بس عقلانیته به نظر من، که عقلانیت در هزار سال بعد از تولد مسیح یک گونه است که عقلانیت اون زمانه و عقلانیت در قرن 21 عقلانیت متفاوتی است که حاصل علم جدید، حاصل ریاضیات جدیده. اما نکته ای که اینجاست، من به طور کل با تمام بحثه آقای ملایری که موافقم، برها ما علم رو نمیتونیم زیر سوال ببریم. بهترین جواب ها رو جواب علمی نمیدونیم. یعنی شما بین دو تا تئوری که یکیش تئوری تکامل باشه، یکیش تئوری خلقت این جهان 6000 سال پیش توسط یک خالق باشه، خب معلومه ما تئوری اِوولوشن رو انتخاب میکنیم. چرا؟ چون این تئوری تکامل اونقدر جواب سوال ها رو دقیق و درست و با تئوری های دیگر در تناسب ما میده که نمیتونیم تئوری از لحاظ عملی این تئوری راحت ترین کار رو برای ما انجام میده. اما یه نکته اینجاست که ولی اجازه بدید از همین صحبت شما مقایسه تئوری خلقت جهان توسط خدا با تئوری تکامل یا اِوولوشن شما نتیجه گرفتید از این مقایسه که تئوری تکامل که میتونه جواب بده به ما؟ بله. خب سوال های ما رو جواب بده. آیا نه اجازه بدید، آیا به همین شکل ما نمیتونیم بگیم که تئوری مهبانگ که میتونه تئوری انفجار بزرگ و شروع هستی از اون زمان که آقای حیدری ملایری در اینجا طرح میکنن هست که الان میتونه جواب ما رو بده، به این ترتیب ما باید بهش اتکا کنیم؟ من شاید درست منظورم توضیح ندادم. من هیچ مشکلی با توضیح این جهان بعد از انفجار بزرگ ندارم. ما بعد از انفجار بزرگ از ابزار علم استفاده میکنیم و توضیح میدیم که چه اتفاقی افتاده در این، یعنی مپ میکنیم، بررسی میکنیم این 13 خورده میلیارد سال رو. اما اینکه قبل از مهبانگ چه شد و یا آیا بعد از این چه خواهد شد، اینها سوالات کاملا غیر علمی هستند. در این زمین هم با ایشون درست آقای حتما الان به شما میرسیم. خیلی کوتاه، آیا ما میتونیم پرسشی بپرسیم در مورد اینکه پیش از مهبانگ چه بود؟ این پرسش امکان طرح شدن داره؟ برای اینکه برداشت من با اطلاعات اولیه‌ام از این نظریه اینه که ماده که به وجود میاد زمان و مکان به وجود میاد، اینها وجوه ماده هستن. خب اگر چنینه، به این ترتیب
پیش از مهبانگ زمانی وجود نداشته. بنابراین سوال من که پیش از مهبانگ چه بوده، یعنی زمانی پیش از مهبانگ، خود به خود سوال نادرستی خواهد بود. چنین چیزی هست؟ ما میتونیم و حق داریم بپرسیم که پیش از مهبانگ چه اتفاقی افتاده و باید بپرسیم، و این یک پرسش کاملا علمیه. همونطور که اگه ما بپذیریم که داداری وجود داشته، خدایی وجود داره، ما که آغاز چیز بوده یا هر چیزی، یک عامل متافیزیک، حق داریم بپرسیم که پیش از این چی بوده، اون رو چه چیزی به وجود آورده. ما حتما باید این رو بپرسیم. الان نمیدونیم، ولی بعضی راههای چیزهای تازه شروع شده که این رو نشون میدن، و اون به این صورته که ما وقتی میگیم زمان صفر، زمان گیتی خودمونه، این گیتی که کهکشان ها رو داره و این چیزها رو ساخته، ولی این گیتی تنها نیست، بلکه به جای یونیورس گیتی مالتیورس وجود داره. یعنی ممکنه گیتی های دیگه گیتی هم باشه که ما خبر نداریم. گذاشتم گیتیگان، یعنی مجموعی از گیتی، گیتیگان وجود داشته باشه و گیتی ما یکی از اینها بوده و این گیتی ها به وجود میان یکی پس از دیگری با هم. این از نظر نپاهشی، از نظر مشاهده‌ای هنوز ثابت نشده، ولی دلیل‌های ممکنه وجود داشته که ما دانشمندا دارن روی این کار روی این دارن کار می‌کنن. در ارتباط با اصلا تئوری مهبانگ که اشاره کردید، ببینید، وقتی اولا این تئوری هم الان خب خیلی مشکلات زیاد داره، یعنی اصلا تئوری پذیرفته شده ای نیست، یعنی نیست در یه سطح چیزی. مشکلات این تئوری مشکلات زیادی، مشکلاتش چیه؟ حالا از نظر میگم، چون میگم توی دنیای کوانتومی من با ایشون موافقم، فکر می‌کنم که تئوری بسیار کریدیبل، تئوری از چه نظر؟ چرا؟ به خاطر اصل توافقی که در این زمینه وجود داره، به خاطر انبساط نظریه هابل، خاطر انبساط جهانه. یعنی این تئوری در همین راستای انبساط جهانه و این یک دلیل اصلی بر توافق عمومیه. دقیقاً شما واقعا یه حرف بسیار عجیبی زدین که بیگ بنگ یا مهبانگ پذیرفته شده نیست. شما با هم واقعا، این واقعا عجیب‌ترین چیزیه که من در 10 سال پیش شنیدم. کار کامل اثبات نشده هنوز. ولی اجازه بدین، تئوری‌های رقیب وجود داره. خب اجازه بدید. کاستی‌هایی وجود داره که این نظریه نمیتونه پاسخش بده، ولی بسیاری از چیزهایی رو پاسخ میده. خیلی خوب تمام پاسخ تمام نظریه‌های دیگه که رقیب این بودن، تمام از میدان به در رفتن. برای اینکه نمیتونستن پاسخ بدن. اجازه بدید، یه چیز خیلی مهم در این رابطه آقای طبری، اجازه بدید. ولی در همین تئوری مهبانگ من خوندم که یه چیزهایی هست که ما نمیدونیم و صرفاً برای رفع تناقضای مدل ما این رو تعبیه کردیم. مثلا نظریه انرژی تاریک گفته میشه که تئوری مهبانگ مثل یک مدلیه که یه تیکش، اگر مقایسه کنیم با یک پازل، یه تیکش پیدا نیست و فیزیکدان ها دور هم نشستن دیدن که برای اینکه تیکه رو پیدا کنیم باید به یه چیزی به اسم انرژی تاریک اعتقاد پیدا کنیم. این حل میکرد تناقضا رو. به عبارت دیگه انرژی تاریک هنوز از طریق مشاهده و تجربه دریافت نشده، یعنی اثباتش نمیشه کرد، ولی برای راحتی کار دیگه فیزیکدان ها به این رسیدن. آیا این نشون نمیده که در نظریه مهبانگ شما برای پیدایش جهان ازش استفاده میکنی هنوز مشکلات زیادی هست؟ ببینید، علم از علم فیزیک از آغاز با همین فرضیات جلو رفته، یعنی یه چیزی که ما نمیدونیم فرض میکنیم، ولی بعد میبایستی با نپاهش، با ابزرواسیون، مشاهده ثابت کنیم که وجود داره یا وجود نداره. نخستین بار که الکترون رو پیش بینی کردن، اتم رو پیش بینی کردن، تمام این ذره ها رو، تمام فرض کامل، یعنی همه فرضیه بود و بعد مشاهده و آزمایش، و این هم همینطوره. و این و هم فکر میکنی در آینده ممکنه آزمایش اینها رو نشون بده. یه نکته دیگه هم بگم، ببینید، فیزیک وقتی که راجع به مهبانگ صحبت میکنیم به این معنا نیست که کسان، من خودم کیهانشناس نیستم، ولی همکاران کیهانشناس من، اینها تمام کسایی نیستن که نشستن از صبح تا عصر به 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 بیگ بنگ، تمام انرژی اینها اینه که ثابت کنن که این بیگ بنگ اشکال داره، و از این طریقه که میتونن این رو پیش بره. آقای امیری، در باب صحبتی که ایشون کردن، من فقط و در امتداد صحبت های شما چند تا اویدنس یا مشاهده خیلی جدی هست در راستای اثبات نظریه بیگ بنگ در همون مهبانگ. یکی این که اون مایکروویوی که در پس این جهان هست و بک‌گراند جهان هست، دو، مقدار اندازه هلیوم و هیدروژنی که پیش بینی شد بعد از انفجار بزرگ وجود داره،
با مقدار خیلی دقیق این تئوری تونست خوب پیش بینی بکنه و همینطور خلق و از بین رفتن ستاره ها. یعنی این تئوری نیست که همینطوری رو هوا باشه، براش مشاهده علمی زیاده، اما یک سری جاهای خالی وجود داره. بله، یکی از اون جاهای خالی رو اشاره کردیم و آقای هیدری ملایری پذیرفتن که بله، انرژی تاریک قابل اثبات از طریق مشاهده نیست، ولی امیدشون این است که اثبات بشه. اما بذارید به یه بحث اساسی تر بپردازیم. یک جامعه شناس فیلسوف علم به نام تاماس کوئن هست که نظریه بسیار مشهوری داره به نام نظریه انقلاب‌های علمی، نه انقلاب علمی، انقلاب‌های علمی. معتقده که انسان‌ها به یک مدلی در اثر پیشرفت علم میرسن که اسمش رو میذاره پارادایم، و میگه این مدل یا این پارادایم حوائج اینها رو، این انسانها رو رفع میکنه، به کارشون میاد، توضیحات کافی میده، ولی میگه یه جایی تناقضای ایجاد میشه و اونجا این پارادایم به کلی رها میشه. مثالی که میشه زد همین نجوم بطلمیوسیه دیگه، که آقای امیری گفتند که کار میکرد اما یه جایی رها شد. خب، و معتقده که علم به این ترتیب به شکل خطی و مستمر پیشرفت نمی کنه، بلکه به یه جایی میرسه، یک پارادایم به کلی منفجر میشه، کنار گذاشته میشه. آیا این ترتیب میشه تصور کرد که پارادایم یا مدل بیگ بنگ، مهبانگ یا انفجار بزرگ یه روزی کنار گذاشته بشه به کلی و بعد انسان ها بفهمن، که دانشمندای علم فیزیک بفهمن که آه، مثل یک تنگی بود که یک ماهی درش قرار داره و این تنگ به ما در واقع تصویر محدبی از دنیا میداد و حالا که اومدیم بیرون تنگ میفهمیم که این تصویر اشتباه بود. چنین چیزی ممکنه آقای امیری؟ بالا باز این سوال به نظر من سوالیه که هر هم سوال غیر علمی است، هم جوابی که من بهش بدم غیر علمی است. برای من سخت جواب دادن به این سوال. تنها چیزی، ولی نظریه تاماس کوئن رو من کاملا میپذیرم. هر تئوری علمی رو ما در تاریخ نگاه میکنیم دیگه، آقا از نیوتن بزرگتر ما در تاریخ فیزیک نداریم. مکانیک نیوتنی هنوز که هنوز کار میکنه، ولی شما سرعت‌های بالا نزدیک میشین اونجاها کار نمیکنه، استثناش پیش میاد، مجبوریم از نسبیت نیوتنی هنوز که هنوز کار میکنه، ولی شما با سرعت‌های بالا نزدیک میشین اونجاها کار نمیکنه، استثناش پیش میاد، مجبوریم از نسبیت خاص اینشتین استفاده بکنیم. اگر قبول دارید نظریه توماس کوئن، آیا به این ترتیب میشه نتیجه بگیرید که نظریه مهبانگ، این مدلی که ما ارائه کردیم، یک روزی ممکنه به کلی کنار گذاشته بشه؟ والا من خیلی بعید میدونم. اونقدر نظریه اثبات شده که اونقدر نظریه تنیده شده در دل فیزیک و ساینس و در تناسب با تئوری های دیگه، ولی جوابش خیلی عجیبه. و دقیقاً تو همین مسیرم میخواستم برم و شما به خوبی اشاره کردید. ببینید، تئوری مهبانگ یک مدله، یک مدل که خیلی از چیزها رو به خوبی توضیح میده. مثلا توضیح میده انبساط جهان، توضیح میده مسئله حجم ماده هلیوم، دویتریوم، این چیزا، یا توضیح میده مسئله ایزوتروپی، فضای ایزوتروپ، یعنی همگون. نمیدونم ایزوتروپی به چه فارسی به چه ترجمه‌اش چی میشه. اینا رو خیلی خوب توضیح میده، ولی در این حال ما در دنیای کوانتومی میبینیم که همچین چیزی نیست. ایزوتروپی مثلا خیلی سوال برانگیزه. این چیز هست. حالا اجازه بدیم با هم منظورم کوانتوم جهان ریز بیگ بنگ. حالا میخوام اینو، شما هم درستی اشاره کردید، اون موقع قبل از اینکه ماکسول معادلات ماکسول بیاد، همش میگفتن اتر، تمام دنیا اتر. اتر یعنی اینجا یک نقطه کوری تو علم بوده، این نقطه کور رو پاسخ بشنیم بسن بدم، اسمشو گذاشتن خدا، اسمشو گذاشتن اتر، ولی برای پیشرفت علم نقش زیادی نداشته، علم پیشرفت خودش رو کرد. هندسه بطلمیوسی یا اون فضای بطلمیوسی که اشاره کردید، اونم در زمان خودش در حقیقت مانعی برای پیشرفت علم نبوده، هرچند که غلط بود، بعداً فهمیدن که اشتباه است، ولی تا اونجایی که یک نقطه کوری وجود داره میگن که خب اینه، ولی تا وقتی که این مدل با مشاهده تجربات ما میخوره درسته. ولی آقای طبری، این بحث نظریه توماس کوئن رو من طرح کردم، بله، ولی در این حال میشه همین رو هم به چالش کشید. بله. به این شکل که درسته که نظریه بطلمیوسی به کار آدمیان میومد، طی اعصار تمام دوره قرون وسطا دریانورد ازش استفاده میکردن، نمیدونم برای چرخش اجرام آسمانی ازش استفاده میشد، ولی یه جایی مدل کامل تری لازم بود. به این ترتیب در جواب توماس کوئن خیلی هم میگن که درسته که انقلاب گذر از یک پارادایم به پارادایم دیگه رخ میده، اما
پردام‌های جدیدتر جواب‌های بهتری دارن. آیا به این ترتیب برای سؤال منشأ جهان چیست ما نباید سراغ پردام‌های کامل‌تر بریم، یعنی بریم سراغ تئوری مهبانگ و خود این پردایم وقتی که دگردیسی پیدا میکنه کامل تر میشه نمیتونه بیشتر به کار ما بیاد؟ به این ترتیب آیا نباید سراغ تئوری مهبانگ رفت؟ بله، برای مسلمه. توضیح منشأ جهان؟ ببین، برای توضیح نهایی منشأ جهان نه، این توضیح نهایی رو علم نمیتونه بده. گفتید ولی برای توضیح هم نمیتونه بده، نمیتونه بده. نه، این یه چیز اعتقادیه. این که بخوام بخواست پاسخ نهایی بدیم که آیا جهان مثلا منشأش یک آفرینش بوده، اینا ما به این در چارچوب خرد ما نیست، نمیتونیم. نتیجه که همه ایشون میشه گرفت، من نمیدونم موافقم مخالف، فقط مطرحش بکنم، اینه که ما یک جاهایی پای منطق و علم نمیرسه به اونجا، به این نمیتونیم نه پاسخ علمی بدیم نه پاسخ منطقی بدیم. پس حالا میتونیم یک جوابی که خودمون دوست داریم اونجا اونجا رو پر بکنیم با جوابی که دوست داریم، حالا تا چه روزی باشد که علم اونجا اونجا رو از ما بس بگیره و اونجا رو پر بکنه. آقای حیدری ملایری، اونجاهایی که پای علم نمیرسه ما باید چیکار کنیم؟ ببینید، مسئله از این قراره که در فلسفه اینقدر فلسفه هست، ولی کدام فلسفه ما فهمیدیم که این فلسفه درست نیست، اون یکی درسته. فلسفه با آزمایش سر کار نداره. شما در فلسفه هر چیز میتونید بگید، منطقی باشه، شما منطق درونی داشته باشه، این پذیرفته است. کانت اینقدر چیزها راجع به آغاز جهان گفته، آنتینومیای خودش رو گفته، تز آنتی تز، ولی بالاخره نتیجه چیه؟ کدوم یکی از اینها رو میشه با مشاهده خودمون، با نپایش‌های خودمون، بالاخره بعد حرفی که از نظریه که طرح میشه یک زمان تصمیم میگیریم که این درسته یا درست نیست. شما بر اصالت مشاهده تکیه دارید، یعنی فکر میکنید که ولی همون صحبتی که من کردم در مورد ماهی که در یک تنگ آبه، در این مورد میتونه در واقع چالش انگیز باشه برای شما. اون ماهی از مشاهده خودش میتونه نتیجه‌هایی بگیره دیگه، یعنی همون جوری که ما میبینیم کسی در خط راست حرکت میکنه میتونیم نتیجه بگیریم که با همون زمان و با همون سرعت به جای دیگه میرسه، ماهی هم ممکنه بر اساس اون تحدب به نتایجی برسه. یعنی مشاهده به همون ماهی خواهد گفت که خیلی چیزها پیش بینی پذیرن و به این ترتیب اصالت مشاهده اینجا زیر سوال میره. خیلی کوتاه ببینیم، ما الان در جو زمین هستیم، چشممون فقط نورهای مرئی رو میبینه، ولی تونستیم با فکر خودمون تمام انرژی های فروسرخ، الکترومغناطیسی، تمام اینهایی که از ستارگان میان، ما اینا رو دریافت کنیم، گرما رو دریافت کنیم. نمیبینیم، هیچی از اینها رو نمیتونیم ببینیم. این که با ما هیچ راه دیگه نداریم، تنها منطق، کار علمی و آزمایش، سعی کردن و رد کردن و این رو درست کردن. و دوباره برگردیم به مهبانگ، این مهبانگ نظریه که الان داریم نظریه کاملی نیست. این به این معنا نیست که حرف آخر رو زدیم، همونطور که گفتم بسیاری کسان دارن روی این کار میکنن با مشاهده و آزمایش. ولی این اینطوری نیست که از یک روزی برسه که بگیم این رو گذاشتیم کنار، دیگه هیچ نیست، یه چیز دیگه رو میاریم. اون چیزی که خواهد اومد از شکل تکامل یافته اینه. فیزیک یه نکته خیلی جالبی آقای داگلاس ادامز، این نویسنده معروف، یه حرف جالب میزنه، میگه آقا اگه یک نفر در این جهان روزی بفهمد که این جهان از کجا اومده، هر همون لحظه این جهان تغییر میکنه و یک جهان دیگه ای تبدیل میشه. تنها چیزی که من میخوام بگم که اوایل قرن یک حلقه اومدن، حلقه وین معروفند، پوزیتیویست های منطقی، مثبت‌گرایان منطقی، اینها اومدن تعریف کردن که آقا گزاره هایی که ما میتونیم بگیم که معنادار باشن، دارای معنی باشن، حرفی که من میزنم معنادار باشه، یا باید منطقی باشن، مثل اینکه دو بالا بدم میشه، یا اینکه قابل تجربه کردن باشن، اینکه مثلا بیرون هوا بارانیست، شما میتونید تجربه کنید که آیا بارانیست، آیا یعنی علم از قسمت تجربهش وارد میشه، ریاضیات از قسمت منطقش وارد میشه. و معتقد بودن هر چیزی فراتر از هر جمله‌ای که بیرون از این نوع گزاره باشد بی‌معناست. من فکر میکنم به هنوز صحبت کردن در باب خدا، در باب اینکه این جهان آیا قبل از بیگ بنگ چه بوده است، میتونیم فکر بکنیم که چه بوده است، سعی بکنیم از طریق طرق علمی بخوایم به دنبالش بگردیم، ولی اینکه جوابی به این سوال بدیم، من فکر میکنم از نوع سوال‌های بی‌معناست، از نوع گزاره‌های بی‌معناست. نه اینکه لزوما من با پوزیتیویست‌های منطقی موافق باشم، اینا زیر نقدن، ولی به هر حال در همین حد من فکر میکنم این سوال درستی نیست، سوالی که شاید بعد در آینده مطرح بشه. در طول برنامه شما اشاره کردید و گفتید این سوال رو میشه پرسید. آقای حیدری ملایری گفتن که اتفاقا باید پرسید پیش از بیگ بنگ، پیش از مهبانگ چی بوده، ولی مسئله اینه که هنوز علم نتونسته دریابه. یعنی حق بشر
این است که این سوال ها رو بپرسه، مگر غیر از این شما نمیتونید به بشر بگی این سوال بی معنیه. نه ببینید، من وقتی دارم در دوکه جمله کلمه خدا رو میارم، خود به خود کلمه ای آوردم که نه از لحاظ نه به قول معروف ترکیبی است، نه تحلیلی است، نه آنالیتیک، نه سینتتیک به قول معروف. و این جمله کار من سخت میکنه، این کلمه کار من سخت میکنه. به قول یکی از این فیلسوفای جدید آقای هایدگر میگه آقا شما باید هزار سال دیگه در باب خدا صحبت بکنید. من فکر میکنم بهترین حالتش اینه که علم رو بگذاریم در اون جاهایی که جای پای علم صحبت میکنه نظر بده، و اون جایی که جای پای مذهب میاد جلو یا فلسفه میاد جلو، به نظرم بهتر اصلا علم رو درگیرش نکنیم، چون فکر میکنم از اعتبار علم شاید حتی اصلا بکاهیم وقتی با بخواهیم. و به همین دلیل فکر میکنید نباید علم رو درگیر سوال منشأ هستی کرد؟ ببینید در باب اینکه آیا قبل از بیگ بنگ چه بوده، اگر علم بتونه به ما داده ای نظریه تنجبل به قول معروف بده، من مشکلی باش ندارم، ولی در حال حاضر همچین اتفاقی نیفتاده، فقط بیشتر حالت خیال پردازی تا حدی که مثلا جهان صفر بوده، ما از صفر یک بیرون کشیدیم، منهای یک اون بر مونده، حالا این دوتا به هم بخورن دوباره میشه صفر، از این نوع سیستم هایی که شاید خیلی علمی نیست. بسیار خب، یک سنت شکنی میکنیم، یک لطیفه میگیم که در واقع اتفاق افتاده، اما ما به شکل لطیفه میگیمش، اشاره است به این بحث تنگ مهدب ماهی. چند سال پیش در شهری در ایتالیا به نام مونزا، شورای شهر حکم میده که نباید تنگهای مهدب برای نگهداری ماهی فروخت، و وقتی که فروشنده ها میپرسن چرا، شورای شهر میگه که دلیلش این است که این تنگهای مهدب تصویر ناصحیحی از دنیا به ماهی میده، برای اینکه ماهی تصور خواهد کرد که تمام دنیا مهدبه. و خیلی از فیلسوف ها از این مثال که ما میگیم لطیفه ولی واقعی اتفاق افتاد نتیجه میگیرن که شاید اون پردایمی که ما داریم برای توضیح این قضیه مثل یک تنگ مهدبه. اون تا البته آقای حیدری ملایری رد میکنن، برای اینکه میگن ما برخلاف ماهی تونستیم آزمایش کنیم و ابزارهای بسیار دقیق داریم. خیلی خوب، به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید، و همینطور از مهمانهای برنامه محمد حیدری ملایری، وریا امیری و اسفندیار طبری.